همزمان با چهارمین روز اعتراض‌ها در بدخشان، اعتراض کنندگان که خیمه تحسن برپا کردند، در کنار خواست‌های قبلیشان برای تأمین امنیت، برق و آب در فیض‌آباد، خواستار برکناری والی این ولایت و نیز به دادگاه کشانیدن کسانی شدند که 3 روز پیش بر اعتراض کنندگان شلیک کردند. ما پولخوان هستیم، مادیاتخوان هستیم، ولی حق خواه ملت هستیم. ملت در برابر تظاهراتشان حق داشت. تظاهرات ما هر روزش از روز دیگر گسترده تر می شود و شکومند تر می شود و امروز ما تقاضامان بالاتر از اوست. آنان هشدار می دهند که اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود به اعتراضهایشان ادامه خواهند داد. ما مردم اول محاکمه قاتلین، دوم روششتن برق بدخشان، رسیدن آب به خانه های مردم بدخشان و این تظاهرات ما تا آخرین روزی که همه اهداف مشکلات مردم حل می شود ادامه دارد. در همین حال آیت‌هایی از سوی حکومت و مجلس نمایندگان برای بررسی چگونگی به خشونت گراییدن اعتراض‌های اخیر و خواست‌های اعتراض کنندگان به بدخشان رفتند. هر کسی که مجرم است، هر کسی که از قانون عدول کرده باید بالایش قانون تطبیق شود و به جزای اعمالش برسه. اما والی بدخشان اعتراض‌های اخیر را کار مخالفان نظام می‌داند و می‌گوید که به حکم رئیس جمهور از مقامش کنار نمی‌رود. به اساس حکم قانونی اساسی افغانستان و حکم رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان مقرر شدم و در این رابطه هر فیصله‌ای که جلالت نواب رئیس جمهوری جمهوری افغانستان داشته باشند مطابق هدایت اونا عمل می‌کنم. بر بنیاد آخرین آمارها در اعتراض‌های خشونت‌آمیز روز سه‌شنبه در بدخشان 5 تن جان باختند و 41 تن دیگر زخم برداشتند که اوضاع شماری از زخمیان این رویداد وخیم گفته شده است.